سلام جمعه چهار اسفند 91 22 فوریه 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز 300 نفر از دراویش گنابادی جلوی زندان اوین تجمع داشتن در حمایت از زندانیان درویشی که در زندانن و به خصوص وکلای اونها که اونها هم دستگیر شده و در زندان و مشغول محاکمه شون هستن بر حال مامورین هجوم آوردند و اونها رو دستگیر کردند برای چند ساعتی در داخل زندان بودند و آزاد شدند اما تعدادی از اونها هنوز اسیر هستند و آزاد نشدند خانواده مهدی خزعلی هم بعد از اینکه ناامید شدن از آزاد کردن آقای دکتر مهدی خزعلی با وجود اینکه وسیقه سپردن نامه آزادی رو او را آورده بودند ولی فهمیدند که وزارت اطلاعات پرونده جدیدی باز کرده و مانع آزادی او شده دیروز از ساعت ده صبح جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع تحسن کرده بودند اما بعد از دو سه ساعت با درخواست محمد نوریزاد به تحسنشون خاتمه دادند و دست خالی رفتند آقای خاتمی و همسر ایشون هم با دختران آقای موسوی و خانم رهنورد ملاقات کردن مراتب تأسفشون رو از برخوردها و ظلم هایی که به اونها رفته عنوان کردن و آقای خاتمی مطرح کرده که اگر از این ظلم ها هم بتونیم بگذریم از آینده ایران نمیشه گذشت قبلا آقای خاتمی به درستی مطرح کرده بود که کشور داره مثل شم آب میشه و از ایران ممکنه اثری نماند با این همه ندانم کاری که در جریان به دستور رئیس دانشگاه آزاد شهر کرت هم حراست این دانشگاه دیروز به دفتر انجمن اسلامی دانشجویان حمله کرد درها رو شیکوندن و اموال و کتاب ها و وسایل که خیلی هاشم شخصی بود با خودشون برداشتن و بردن شورای نظارت بر فعالیتهای دانشجویی هم کاندیداهای شورای مرکزی انجمن اسلامی رو رد صلاحیت کردن و خلاصه به هر شکل دارن از فعالیت مجدد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر کرد جلوگیری میکنن نکته دوم اینکه دیروز در وین گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران منتشر شد. در آستانه گفتگوهای پنج به اضافه یک با ایران این گزارش تازه آژانس نشون میده که جمهوری اسلامی سنتریفوش های نسل جدیدی رو در نتنز به راه انداخته و 167 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 20 درصدی است که در واقع 240 کیلوگرم تا 260 کیلوگرم جای بحرانی است که نقطه قرمزی است که گفته شده اگر ایران به اون برسه امکان ساختن سلاح هسته‌ای داره در گزارش آژانس اومده که فعالیت نظامی جمهوری اسلامی در پارچین داره کماکان اما امکان بازدید از اونها رو آژانس نداره سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا آقای آلن ایر هم دیروز در برنامه تلویزیونی صدای امریکا با شدت و قدرت نسبت به جمهوری اسلامی صحبت کرده و اختار کرده که اگر مسائل رو حل نکنه گزینه نظامی رو بخواد دنبال بکنه اون وقت با پاسخهای تندتری مواجه خواهد شد آقای ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه هم جالبه که مطرح کرده که اگر مذاکره بین ایران و آمریکا باشه روسیه باید در جریان باشه و بداند که مبادا به ضرر روسها تموم بشه ظاهرا از این سریحتر و روشنتر نمیشه در مقدرات یک کشور مثل جم ایران دخالت کرد و آدم رو به یاد شاخشون کشیدن های روسا در دوره قاجاریه میندازه نکته سوم اینکه کنگره امریکا در صدد تصویب طرحی است که اگر تصویب بشه بانک مرکزی اروپا زیر فشار قرار میگیره تا مانع دستیابی شرکت ها و بانک های ایرانی به معاملات با یورو بشه البته بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که تحریم های اتحادیه اروپا رو رعایت میکنه و تا کنون کاری نکرده که خلاف تحریم ها باشه در همین حال خبرگزاری مهر هم خبر داده از اینکه قرار است بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بازار ارز یورو و یوان چین به فروش برسونه و کسانی که میخوان دلار بخرن یا ارزهای دیگه ناچار بشن یوان چین خرید بکنن به خصوص اگر یورو هم از دایره معاملات بیرون بره به قول روزنامه بهار که نوشته بود به نظر میرسه ما یکی از استانهای چین داریم میشیم نکته چهارم اینکه سایت اعتدال خبر داده از اینکه به صورت گسترده طرفداران آقای احمدی نژاد شبنامه رو پخش میکنن که علیه مدیران حزب اللهی و عمدتا مدیران طرفدار آقای خامنه ای در دستگاه های بختلفه. امروز جمعه قرار انتخابات سازمان نظام پزشکی هم صورت بگیره انتخاباتی که قبلا با رد صلاحیت گسترده کاندیداها در واقع پیشا پیش انتخاباتی است بیرمغ و یکسویه و به قول ظریفی میگفت این یک مستوره و مینیاتور اولیه از انتخابات ریاست جمهوری پیش روست شورای فرهنگ عمومی هم تصویب کرده که سال روز بازدید آقای خامنه ای از شلمچه یعنی 27 اسفند به عنوان روز راهیان نور ثبت بشه این همه بچه های عزیز مملکت و استعدادهای کشور در جاده ها در کاروان های همین راهیان نور کشته شدند اما رفتن آقای خامنه ای باید روز راهیان نور بشه آقای مصباح یزدی هم مطرح فرمودند که شایسته ترین رهبر جهان رهبر ماست و هیچ رهبری به اندازه ایشون لیاقت نداره البته از ایشون باید پرسید که این لیاقت ایشون رو در اداره کشور باید نگاه کرد که مملکت رو به چه روزی انداخته اما نکته آخر اینکه معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی مطرح کرده که شوری دریاچه اورمیه مایه افتخار ماست ایشون با افتخار مطرح کرده که دریاچه اورمیه دومین دریاچه شور دنیا بود حالا شده اولین دریاچه شور دنیا البته در چارچوب توریزم ایشون صحبت میکرده و گردشگری ولی خوش کردن دریاچه ظاهرا اسباب افتخارشون شده و آقای پور محمدی هم مطرح کردند که هیچ رهبری در دنیا به اندازه رهبر معظم ما, ما سینما رو نمیشناسه اندکی صرف سحر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی